سرکوب خشونت آمیز مخالفین و معترضین در ایران و کشته و زخمی شدن ده ها نفر در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری و نیز در روز عاشورا با اعتراض گسترده نویسندگان و شعرهای ایران همراه شد. ظرف ماه‌های گذشته اشعار بسیاری در این ارتباط سروده شده و داستان‌های گوناگونی نوشته شده. به عبارتی شاهد ظهور موج تازه‌ای در ادبیات اعتراضی ایران هستیم. آثاری که به سرکوب بی‌رحمانه مردم ایران اعتراض می‌کنه و فریاد آزادی‌خواهی اونها رو بازتاب می‌ده. امشب با خانم مهناز بدیهیان، شاعر، نویسنده و سردبیر نشریه اینترنتی ماهمگ گفتگو می‌کنیم. خانم بدیهیان کتابی با نام آنتولوژی صدای اعتراض قلم منتشر کردند. مجموعه‌ای از اشعار و داستان‌های اعتراضی که ظرف ماه‌های اخیر سروده و نوشته شده. خانم بدیهیان به شما سلام می‌کنم. سپاسگزارم از اینکه در شهر سان فرانسیسکو با ما همراه هستید. سلام آقای مکتی، حال شما چطوره؟ خیلی ممنونم که من دعوت کردی و سلام به تمام تماشاگران برنامه خوب شما در ایران و سراسر جهان. خانم بدیهیانی، گفتگو رو با یه پرسش شخصی آغاز کنیم. شما به عنوان یه شاعر و نویسنده ایرانی مقیم آمریکا چه نظری درباره رویدادهای اخیر ایران داری؟ به راستی فکر میکنی که در اون کشور چه میگذره؟ چگونه اون رو نگاه میکنی؟ آقای مکی، مطمئنم همه نظراتشون رو در این زمینه دادن از هر نوع تفکر و اندیشه‌ای. اون چی به نظر میرسه اوضاع احوال ایران اوضاع احوال بسیار ناهنجاریه که تقریبا به بن‌بست رسیده و ماجرایی که اتفاق افتاده در عرض 30 سال جوانهایی که در این رژیم بزرگ شدن جوانهایی هستن بسیار بیباک، بسیار آگاه و شاید نظیر اونها در هیچ جای دنیا وجود نداشته باشه. اینها از شجاعت بی‌نهایتی برخوردارن و چون ذهن آگاهی دارن و از طریق مختلف اخبار جهان رو میشنون، دوست دارن مثل بقیه مردم جهان زندگی کنن و دوست دارن آزاد باشن و اون چیزیه که در این جامعه ندارن و جریان به بن‌بست رسیده و به خصوص جریان تابستان گذشته که به طور کلی در پیش چشم جهانیان اتفاق افتاد نشون داد که مردم حالتی پرندهی رو دارن که در قفسن. بگذارید بگم که به نظر من هیچ لباسی فاخرتر از آزادی برای هیچ جامعه‌ای نیست و اون چیزیه که مردم ما از آن بی‌بهره هستن و اگر ما بخوایم در این زمینه صحبت کنیم، زیباترین جمله رو شاملوی شاعر ما شاملو شاعر آزادی گفته که گفته آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرندهی هیچ کجا دیوار فروریختهی بر جا نمیمان. در ادامه این بگم یک جمله از خلیل جبران بگم، البته تماشاگران میتونن با تهیه این کتاب در این زمینه بخونن چون دو مقاله بسیار بزرگی این کتاب است. شخصی از خلیل جبران درباره آزادی میپرسه. خلیل جبران میگه بعضی ها بر این باورند و میگویند اگر برده ای را دیدید که خوابیده بیدارش نکنید تا خواب آزادی ببیند. من اما میگویم اگر برده ای را دیدید که خوابیده بیدارش کنید و برایش آزادی را توضیح دهید. و بله، به هر حال مطلب در این زمینه زیاده و من به همینجا بسنده میکنم در مورد این سوالش. خانم بله، پرسش بعدی من، چه زمانی تصمیم گرفتید که کتابی رو در این زمینه تهیه کنید؟ این طرح و ایده چگونه به ذهن شما خطور کرد؟ آقای مکی، شما میدونید من سردبیر مجله ادبی چهار زبانه ماهمک هستم و هر ماه تعداد زیادی آثار ادبی به دست من میرسه. غیر از اینکه به دست من میرسه، من نشریه های دیگر رو میخونم، مطالعه میکنم و دیدم که این جرایان های تابستان گذشته چنان تکان دهنده بوده برای مردم ایران، چه داخل ایران چه خارج از ایران، که شاعران ما خیلی متعهد شدن به قول شاملوی ما. شعر تعهد وظیفه‌شو بهتر انجام داده و اوضاع احوال ایران تأثیر عمیقی داشته که بیشتر آثار اعتراضی بودن، اگر اعتراضی هم نبودن به فرمی تأثیر گرفته بودن، عمیقا تأثیر گرفته بودن از جریانات اسفبار ایران. من به همین دلیل تصمیم گرفتم، وظیفه خودم دیدم که
به عنوان یه تکه از تاریخ که جلوی چشم جهانیان اتفاق افتاد این مجموعه رو تهیه کنم که تمام آثارش تابستون گذشته نوشته شده به غیر از یک شعر، و این کتاب رو تقدیم کردم به همه آنهایی که گفتند و نوشتند هر آنچه را که باید به هنگام و با شجاعت، به صدها ندا و سهراب که با خونشان تاریخ را نوشتند، چون در حقیقت بیشتر این شعرها در همین زمینه هست. درباره نام کتاب صحبت کنیم خانم بدهیان، چرا این نام رو برگزیدید؟ آنتولوژی صدای اعتراض قلم. آنتولوژی یعنی جمع‌آوری مطالب در که در حول یک محور، یک موضوع به خصوص دور میزنه، و چون این کتاب بیشتر اعتراض قلم رو نشون میده، زبان شاعر نویسنده، البته من خیلی علاقه داشتم که آثار هنری طرح‌های زیادی رو توی این کتاب جا بدم، ولی واقعا امکانش نبود. ولی به هر حال نام این کتاب به دلیل اینکه شعرهای اعتراضیه و اعتراض قلم مربوط به تابستان 2009 ایران. توضیح میدید که این کتاب چه بخشهایی داره و شامل چه مطالبی هست؟ شما اون رو در چه بخشهایی تقسیم کردید و به این صورت منتشر کردید؟ من خیلی ممنونم که میپرسید. این کتاب روی جلد طرح خود طرح جلد کار من هست، این پشت کتابه، و کتاب یک مقدمه داره که من خودم نوشتم، یک بررسی خیلی مختصری از شعر اعتراضی در جهان. بخش دوم مقدمه تاریخچه ادبیات اعتراضی در ایران هست، و بعد حدود 30 شاعر شعر دارن، از جمله شاعرانی که در این کتاب شعر دارن. اجازه بدید سریع میشون بخونم: شبنم آذر، منصور اشرفی، سوری احمدرو، بیژن باران، حسن بصیری، سیمین بهبهانی، فرشته پناهی، شاهرخ تندرو ساله، محمد رضا جعفری، سرور جوان، داریوش خطیب، اسماعیل خویی، آزاده دواچی، یدالله رویایی، فرامرز سلیمانی، فریبا شادکاهن، جعفر شفیع نسب، مهداد شهابی، لیلا صادقی، محمد صبوری، بابک صحرانورد، معصوم زیایی، هومن عزیزی، میزاقا عسکری، مروارید قادری، علی کریمی، نصرت الله مسعودی، محمود معتقدی، رباب محب، مرتضی میرآفتابی، آرش نصرت اللهی، مجید نفیسی، مینو نصرت، مریم حوله، کوروش همخانی، راحله یار، اسماعیل یورشاهیان. داستانهایی از رضا بیشتاب، علی زوارکعبه، بابک صحرانورد و سروش علیزاده. آخر کتابم بیولوژی تمام کسانی که آثارشون در این کتاب هست نموداره. خب پرسش من این از خانم بدیهیان، این اسامی رو شما خوندید، ما با این چهره آشنا شدیم، اما ملاک شما برای گزینش آثار اونها چه بوده؟ چرا تصمیم گرفتید که آثاری از این اسامی رو که شما خوندید در این کتاب منتشر بشه؟ اولا که آقای مکری، من اعلام کردم که دارم این آنتولوژی رو درست میکنم، برای همین یه عده‌ای به گوششون شاید رسیده، شاید نرسیده، نخوندن، ندیدن. از بین آثاری که رسیده، ما اون تعدادی که فکر میکردیم بهترینه انتخاب کردیم برای این کتاب، و تمام هم آثاری است که گفتم به همین تابستون گذشته نوشته شده، از شعر سیمین بهبهانی، از شعر اسماعیل خویی و تمام جوانهایی که توی ایران هستن. بیشتر میخواستیم حول محور اعتراض باشه شعرها، بعضی هم البته آنچنان جنبه اعتراضی ندارن، فقط جنبه تأثیر نشون میده از اوضاع احوال ایران، ولی خواستیم یه مجموعه باشه از درون ایران، بیرون از ایران، نسل جوان و نسل قبل از این نسلی که در حال حاضر در ایران شاعر هستن.